گفتیم ما وقف فرهنگی هم داریم، همون کاری که شاه عباس کرد، یعنی نیمی از کتابهاش رو به آستان و کتابخونه آستان و قطب بخشید و نیم فارسیاش رو به کتابخونه چیز. ما امروز خیلی از کتابخونه ها رو نگاه کنیم در تاریخ معاصر میبینیم مثلا کتابخونه وزیری یزد وقت به آستان و قصر رضوی است، کتابخونه حاج حسین آقا ملک وقت به آستان و قصر رضوی است. حالا ضمن اینکه حاج حسین آقا املاک هم وقف کرده، نه اینکه فقط کتابخونه‌اش باشه، ولی اینا رو وقف میکنه، وقف در محل. یعنی اینکه مثلا کتابخونه حاج حسین آقا ملک که در تهران بوده در تهران باقی میمونه، آستان قدس در مشهد منتقل نمیشه، یا کتابخونه وزیری یزد هم همینجور، یا کتابخونه آخوند همدان هم همینجور، اینها در خود محل میمونن برای استفاده اهالی محل، ولی متولیش آستان قدس میشه، میتونه یه نماینده بفرسته و مدیریت اون کتابخونه رو بر عهده داشته باشه، کما اینکه در مورد کتابخونه وزیری یزد یا در مورد کتابخونه آستان حاج حسین آقا ملک همین کار میشه. و حتی باز خود واقف ضمن اینکه داره وقف میکنه، یک فرد از اعضای خاندان رو هم تعیین میکنه که در اون مدیریت اون وقف چی باشه؟ سهیم باشه، دخالت کنه. و امروز ده هم در مورد کتابخونه وزیری یزد آخوند همدان و یا حاج حسین آقا ملک ما این رو میبینیم. یا بعضی جاها مثلا به مراکز مؤسسات فرهنگی اهدا میکنن، این اهدا رو نمیتونی وقف بذاری، اهدا با وقف تفاوت داره، ممکنه حتی در اون اهدا هم قید بشه که آقا این به فلان مؤسسه اهدا میشه، اما اگر چنانچه این مؤسسه در یه شرایطی قرار گرفت مزمحل بشه و رو به نابودی بره، این مجموعه منتقل بشه به یه مرکز فرهنگی دیگه. مثلا آقای ایرج افشار آمد این کار کرد، کتابخونه‌اش رو اهدا کرد به کتابخونه دارالمعارف بزرگ اسلامی، ولی در اونجا چند نفر رو به عنوان متولی تعیین کرد که یه شورایی باشه نظارت بر این داشته باشن، در اونجا قید کرد اگر چنانچه به هر صورت این دارالمعارف منحل بشه یا بسته بشه، این مجموعه به کتابخونه ملی منتقل بشه زیر نظر این شورا، و این شورا هم میتونه افراد جدید رو بهش اضافه کنی. آقای این البته موقع میگم که این با وقفی که پدرشون کرده زمین داستان فرق داره، یعنی اهدا با پیشبینی مثلا آینده اهدا با وقف فرق میکنه. بعد میرزا طی‌خان امیرکبیره، انصافا شخصیت برجسته است، 39 ماه صدارت میکنه، 39 کار خوب انجام میده، یه کار 40می هم انجام میده، و اون اینه که پادشاه جوار رو در ذهنش چنان تأثیر میگذاره و کتابخانش میکنه و تشویق به کتابخان میکنه که بعد از مرگش تمام اقدامات امیر رو ادامه میده. امیر روزنامه رو در ایران منتشر میکنه، روزنامه وقایع اتفاقی داره. جالبه بدونید که در 52مین شماره خبر مرگ امیر درج شده، اما وقایع اتفاقی 472 شماره منتشر شده. 420 شماره دیگر رو کی منتشر کرده؟ دقیقا پیگیری ناصرالدین شد. یعنی اون تأثیری که امیر روی ذهن پادشاه، که پادشاهی که ما قاتلش میدونیم و به حق هم بالاخره حکم قتل امیر رو او صادر کرد، پادشاهی که ما قاتل رو میدونیم، و برای اینکه امیر رو بزرگ بکنیم به ناصرالدین شاه فحش میگیم، کاری نداریم امیر چیکار کرد.